خب بعضی وقتا پیش میاد که یه سری از دوستان به من میگن چجوری اینجا ورود کنیم، یا اینجا، یا مثلا اینجا، یا دوباره اینجا. البته که من نمیتونم نظر شما رو بپرسم، اما از طرف همه اونایی که میخوان جواب این دوستان رو بدن که نه، از طرف خودم میگم که امروز نوبتی هم که باشه نوبت جواب این سوالیه که دائما پرسیده میشه. امروز میخوایم در مورد ستاپ فلیپ و رپید ران صحبت کنیم. با فلیپ شروع میکنیم، بعد تو قسمت جذاب ویدیو که آخر ویدیو هم هست به نظر من البته در مورد ستاپ رپید ران صحبت میکنیم. در مورد فلیپ باید بگم که کلمه فلیپ برای همه کسایی که با مفاهیم و نرم افزارهای مهندسی یا گرافیکی کار کردن خیلی آشناست. برای ما هم تقریبا کاربرد مشابهی داره. معنی سادهش میشه سویچ کردن از یه اوردر بلاک نزولی به یه اوردر بلاک صعودی یا برعکسه. اما قرار الان مفصل در مورد صحبت کنم. اصلا مهم نیست که بدونید چیه یا نه، یا چیزی که گفتم و متوجه شده باشید یا نه. جلوتر کامل در موردش توضیح میدم. ضمن اینکه من خودم شخصا از طرفدارای ستاپ فلیپ نیستم، اما دونستنش لازمه، چون بعضیا مثلا استراتژیشون بر اساس کلن فلیپ زون هاست و خیلی هم کاربردی و خیلی حرفه‌ای ازش استفاده میکنن. اینکه شما بخواین ازش استفاده کنین یا نکنین چیزیه که خودتون بعداً میتونید در موردش تصمیم بگیرید. تصویری که میبینید الان در واقع یه لایف تریده که من همون جوری که اونو دارم ریکورد میکنم روی اون یکی اکانتم، روی این اکانتم دارم این ویدیوی در واقع پارت سوم رو ضبط میکنم که هر دو تا ویدیو رو هم امروز اگه بتونم در اختیارتون قرار بدم. به هر حال میخوام اول در مورد این صحبت کنم که فلیپ یعنی چی، بعدم نشونتون بدم چجوری میتونین ازش استفاده کنید. بعد از اونم دقیقا همین پروسه رو برای ستاپ رپید ران تکرار میکنیم. خب من امیر محمدی پور هستم از آکادمی ترید تاک. اگر از یوتیوب دارید این ویدیو رو میبینید سابسکرایب یادتون نره، اینجوری باعث میشید که افراد بیشتری بتونن از ویدیوها استفاده کنن. یه سری از دوستان در مورد فعالیتمون تو یوتیوب سوال واسه شون ایجاد شده بود و خب میخواستم یه توضیحی بدم اینجا. اونم اینه که من توی طول هفته یه میزان ساعتی رو به تولید محتوا دارم اختصاص میدم که کم هم نیست، یعنی بیشتر از حتی 30-40 ساعته. بنابراین ترجیح همینه که افراد بیشتری بتونن از این محتوا استفاده کنن. مادامی هم که به کیفیتش اعتقاد دارم دلیلی نمیبینم که کارو محدود کنم فقط به یه پلتفرمی مثل تلگرام یا مثلا هر جای دیگه. بنابراین اگر شما هم مثل من دغدغه حداقل اجتماعی دارید، اینجوری میتونید به بقیه کمک کنید عملا. خب با پارت سوم از اپیزود سوم انلایتنمنت در خدمتتون هستم. بریم سراغ ادامه ویدیو، چون میخوام در مورد ستاپ فلیپ و رپید ران صحبت کنم. خب حالا ازتون میخوام که به شماتیک روبرو دقت کنید. ببینید این مفهوم فلیپ یکی از مفاهیمیه که یه جورایی از RTM یا مثلا مباحث سپلای اند دیمند در واقع عرضه و تقاضا اداپت شده دیگه، اقتباس شده. حالا بذارید من روی شماتیک توضیح بدم که دقیقا چه اتفاقی افتاده. تصور کنید ما در حال مثلا نزول هستیم، خب به یه پی او آی در واقع در حال نزول هستیم، به یه پی او آی تایم فریم بالا میرسیم. این پی او آی سه تا گزینه داشت دیگه، یا یه لیکویدیتی بود، یا یه اوردر بلاک بود، یا یه اف وی جی بود دیگه. پس سه تا احتمال اینجا وجود داشت که ما این در واقع پی او آی رو
از اون طریق میتونستیم تعریف کنیم. حالا بعد از اینکه قیمت به پی او آی رسید، ما یه واکنش میگیریم. این واکنش وقتی به آخرین اوردر بلاک نزولی که اینجاست میرسه، در واقع دو تا حالت ممکنه اتفاق بیفته. اول اینکه خب این اوردر بلاک رو کلن تو همون حرکت اول رد کنه و اصلا کلن نادیدش بگیره، یا اینکه مثل چیزی که اینجا میبینید یه واکنش موقت در واقع ایجاد کنه. بعدم دوباره خب به سمت بالا حرکت کنه. اینجا عملا این اوردر بلاک نزولی، چیزی که اینجا میبینید با قرمز، با باکس قرمز رنگ، فیل شده دیگه، شکست خورده، یعنی ازش رد شدیم. خب حالا که اوردر بلاک نزولی ما که اینجاست، خب تو این ناحیه است، حالا که اوردر بلاک نزولی ما فیل میشه، یه اتفاق اینجا افتاده دیگه، این اوردر بلاک فیل شده. خب یه واکنش گرفتیم و دوباره حرکت به سمت بالا داشتیم. به این اتفاق میگیم فلیپ. یعنی چی؟ یعنی اجازه بدیم من اینا رو پاک کنم. یعنی وقتی میرسیم به اینجا این واکنش رو میگیریم و بعد این اوردر بلاک رو فیل میکنیم، ما بهش میگیم فلیپ. حالا دقیقا اینجا چه اتفاقی افتاد؟ یه تغییر تو دلیوری قیمت داشتیم دیگه. تغییر تو دلیوری قیمت هم تعریف چی بود؟ اوردر بلاک. ما اینجا اگر دقت کنید یه حرکت نزولی داشتیم که به حرکت صعودی تبدیل شد. اینجا یه اوردر بلاک برای ما به وجود میاره که ما بهش میگیم فلیپ زون. پس مثل اینه که ما یه اوردر بلاک نزولی رو فیل کردیم و به جاش یه اوردر بلاک صعودی به وجود اومد. به این اوردر بلاک صعودی جدید که اینجاست میگیم فلیپ یا فلیپ زون. حالا اگر تعریف عرضه و تقاضایش هم بخواید بدونید، اینجوریه که ما یه ساپلای زون داریم اینجا که همون اوردر بلاک نزولیمونه، فیل شده، و یه دیمند زون که اوردر بلاک صعودی هست به وجود اومده. ببینید قضیه یه شباهت سپلای اند دیمند با اوردر بلاک به این سادگی ها نیست، یعنی یه کوچولو میتونه متفاوت. ببینید قضیه یه شباهت سپلای اند دیمند یا عرضه و تقاضا با اوردر بلاک به این سادگی ها نیست. من فقط در جهت کامل شدن محتوا بعضی وقتا یه سری چیزا رو میگم، وگرنه ما تا الان هم میدونیم که در واقع فلیپ یا فلیپ زون چیه. خلاصه یه سپلای که اینجاست به دیمند تبدیل شده، ما به این دیمنده میگیم فلیپ زون، و این زون جدید رو به زون S2 که در واقع معنیش هم همون 2 هست، نه تو به معنی عدد، و دیم که مخفف دیمنده یا دیماند به قول انگلیسی ها، یعنی بریتیش ها. پس اینجا رو بهش میگیم S2D، فیلیپ زون S2D یا زون S2D. برعکسش هم برقراره. اگر اینجا مثلا اتفاقی که افتاده بود یه دیمند به یه سپلای تبدیل می شد، ما بهش می گفتیم D2S. پس تا حالا ما فلیپ رو تعریف کردیم. حالا که تعریفش کردیم، می خواهیم بدونیم قراره چجوری ازش استفاده کنیم. اما می خواهم یه چیزی رو الان واسه تون توضیح بدم. خیلی صادقانه میخوام در مورد یه مسئله‌ای باهاتون صحبت کنم.
اونم اینه که اینجا یه مشکلی هست از نظر من. مشکل چیه؟ ببینید حرکت برای بالا رفتن، اجازه بدید من اینا رو پاک کنم. خب میخوام در مورد یه مشکلی باهاتون صحبت کنم دیگه. مشکل اینه که ما اینجا این فیلیپ زون رو داشتیم، پس من چرا اینجوری کشیدم میشه مادی؟ ببینید از نظر من هر حرکت صعودی در اثر گرفته شدن یه نقدینگی به وجود میاد. اما مسئله ای که هست اینه که ما الان که با این حرکت این زون ساپلای یا در واقع اورد بلاک نزولیمون رو فیل کردیم، مگه در برگشت به این اورد بلاک ما ایندوسمنت یا نقدینگی میبینیم که در اثر اون با رسیدن به اینجا حرکت صعودیمون رو شروع کنیم؟ خب پس چرا میگن که ما اینجا میتونیم وارد معامله شیم؟ سوال. خب اشتباه میکنن، خیلی ساده است. ما اینجا نمیتونیم وارد معامله شیم. اینجا ورود به معامله شرایط خاص داره. از نظر من چیزی که باید اتفاق بیفته اگر طبق شماتیک باشه، مثلا مثل چیزی که الان روی شماتیک داریم میبینیم، باید این فلیپ زون در واقع هانت بشه و از زون بعدی که اینجا هست در واقع از اورد بلاک بعدی استفاده کنیم، یا اصلا بدون در نظر گرفتن این اورد بلاک با دیدن یه سری شواهد صعودی اینجا ما ورود صعودی رو داشته باشیم. ببینید الان دیگه وقت اینه که یه سری از چیزایی که به درد نمیخوره و اشتباهه شما فراموششون کنید. کاری نداشته باشید کی گفته، فلانی گفته، این گفته، اون گفته. اگر قرار بود جواب بده عملا الان شما به حرفای من گوش نمیدادید. اگر شما دارید به حرف من گوش میدید، دلیلش اینه که اینجا کار نمیکنه. کسایی که قبلا کار کردن منظورم هستا، کسایی که تازه شروع کردن که عملا از همون اول با مطالبی که باید دارن جلو میان و خب خیالم از بابت اونا راحته. چیزی که هست یه وقتایی ما میچسبیم به یه سری افکار که اون افکار صرفاً باعث میشه که ما عقب بیفتیم از همه چی. حتی وقتی میرسیم به یه جوابی بعضن یه سری از آدما مقاومت میکنن، مثلا میان به من میگن نه اینجا فلیپ زون ما باید اینجا ورود بزن. نه اینجوری نیست، شما میتونی اینجا یه اوردر مثلا لیمیت اوردر بذاری، بعدم فیل شی یعنی استاپ بخوری، بعدش دوباره بیای اینجا دنبال ورود بگردی، مشکلی نداره. خیلی وقتا هم اینجا ممکنه کار کنه، خیلی وقتا که نه، کمتر وقتی اینجا ممکنه کار کنه. در صورتی کار میکنه که جلوتر من توضیح میدم در موردش. اما میخوام بدونید قیمت برای بالا رفتن نیاز به گرفتن نقدینگی داره. وقتی اینجا این حرکت مستقیم استریت فوروارد برگشته اینجا و اینجا هم هیچ نقدینگی وجود نداره، پس نمیتونید انتظار داشته باشید با رسیدن به این اورد بلاک ما حرکت صعودیمون رو شروع کنیم. ممکنه هم این اتفاق بیفته، ولی ما داریم در مورد احتمالات صحبت میکنیم. وقتی دارین در مورد احتمالات صحبت میکنین، یعنی باید اینو در نظر بگیرین که از هر 10 بار چند بار این اتفاق میفته. ضمن اینکه اینجا یه توجیه دیگه هم هست که اسمارت مانی کارا میاد میگن نه اینجا دیسیژنال زونه، شما میتونین سب کنید بیاد مثلا به این اکستریم زون بعد از اینجا حرکت کنه. خب اوکی، اما چیزی که هست اینجا عملا به نظر من باید هانت بشه، باید گرفته بشه، حداقل نوک یه شادوی از اینجا خارج بشه که بتونه انگیزه حرکت برای صعود باشه. تا نقدینگی از پایین نگیریم حرکت صعودی نداریم، از بالا نقدینگی نگیریم حرکت نزولی نداریم. این بزرگترین چیزیه که ما باید باهاش کنار بیایم و وقتی که اینو متوجه بشیم عملا دیگه جایی که مثلا هیچ دلیلی واسه صعود وجود نداره ما دنبال صعود نمیگردیم، جایی که هیچ دلیلی برای نزول وجود نداره ما دنبال نزول نمیگردیم. قیمت کاری نداره که ما الان توی استراکچر فلانیم یا بهمانیم. قیمت کاری نداره به این که ما الان دوست داریم، الان خیلی اومده بالا، به نظر من دیگه وقتشه که نزول کنه. الان خیلی رفته پایین، به نظر من دیگه وقتشه که صعود کنه. نه اصلا اینجوری نیست. قیمت تا وقتی که به جایی که باید نرسه عملا قرار نیست تغییر جهت بده. اونایی که کانال رو دنبال میکنن دیروز دیدن
دقیقا این اتفاق افتاد. یه حرکت با مومنتوم خیلی زیاد سعودی داشتیم. مثل روز برای من روشن بود که اونجا به نظر من رفته که یه سری نقدینگی رو بگیره. بعدم که با رسیدیم بالای 50% یه سری نقدینگی ها رو گرفتیم، میدونستم که حرکت نزولی میشه. بعد کامل برگشت، در صورتی که یه سری های دیگه میگفتن نه مومنتوم اینجا خیلی زیاده، پس نه احتمالاً حرکتمون سعودیه، بیشتر ادامه پیدا میکنه توی یک ساعته. دلیلی وجود نداره واسه این قضیه. وقتی حرکت اصلی ما روی دیلیمون نزولیه، وقتی که دنبال نقدینگی های روی تایم فریم دیلیمون هستیم، چه دلیلی داره ما خلاف جهت اون حرکت کنیم؟ ما الان نزدیک به یک ماهه که یه نقدینگی رو پایین پیدا کردیم، گفتیم آقا اینجا میتونه جای خوبی باشه واسه اینکه قیمت بهش برسه، ممکنه بعدش ادامه بده دیگه، بعدش باید رفتار قیمت بررسی بشه. اما مسئله اینه که ما این انگیزه رو پیدا کردیم و میدونستیم که قرار نزول کنیم. وقتی میدونیم قرار نزول کنیم، هر حرکت صعودی دیگه‌ای در واقع خلاف جهته. یعنی شما هر معامله صعودی که تو این یک ماه گرفتین همش خلاف جهت بوده و حرکت‌های خلاف جهت هم خودتون میدونید سرنوشتشون، بیشترشون حداقل واسه آماتورا که همشون و واسه حرفه‌ای‌ها هم امکان فیل شدن خیلی زیاده توی مواردی که داریم خلاف جهت معامله میکنیم. خب اجازه بدید من دوباره اینا رو پاک کنم. خب پس ما گفتیم اینجا یه مشکلی داریم، اونم اینه که اینجا ما هیچ اندوسمنت یا نقدینگی نداریم که با گرفتنش انتظار داشته باشیم حرکت صعودی بشه، پس از نظر ما اینجا میتونه فیل بشه. پس ما از این فیلیپ زونی که همه ازش استفاده میکنن استفاده نمیکنیم. اگرم که اینجا جواب داد و حرکت کرد رفت بالا، نوش جون اونایی که ریسکشو پذیرفتن. شما میتونید، گفتم که میتونید اینجا یه لیمیت اوردر بذارید ببینید چی میشه، ولی من شخصا این کارو نمیکنم. اینجا ورود خیلی منطقی داره، مگر اینکه چه اتفاقی بیفته. اینکه مثلا اینجوری تصور کنید قیمت میرسه به این ناحیه و یه واکنش میده و این واکنشه این مدلی اندوسمنت ایجاد میکنه و بعد دوباره بر میگرده این اندوسمنت هایی که اینجا هست و میگیره، حالا یکیشو دوتاشو فرق نداره، میگیره و دوباره به سمت بالا حرکت میکنه. اون موقع این فیلیپ زونی که اینجا درست شده، در واقع این اوردر بلاکه، میتونه معتبر باشه و میتونید شما اینجا یه لیمیت اوردر بذارید و انتظار اینو داشته باشید که قیمت به سمت بالا حرکت کنه. اما خارج از این ما نمیتونیم انتظار حرکت صعودی بدون گرفته شدن نقدینگی‌های پایین رو داشته باشیم. پس چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که ما سه تا راهکار داریم اینجا. یه مشکلی داشتیم و سه تا راهکار، سه تا راه حل من میخوام بهتون ارائه کنم. اولین راهکار چیزی بود که اینجا مطرحش کردیم، این یک، این بود که دقت کنیم به این لگی که باعث شده این اوردر بلاک اینجا فیل بشه. اگر ایندوسمنت داشت، با گرفته شدن این ایندوسمنت، این ایندوسمنت ها یا یه دونه ایندوسمنت فرق نداره، انتظار حرکت صعودی رو داشته باشیم. پس این آسون ترین راهکاری بود که میتونستم در موردش صحبت کنم. دومین راهکار اینه که ما صبر کنیم این ناحیه‌ای که همه روش معامله میزنن و بهش میگن فلیپ زون، در واقع هانت بشه. وقتی که هانت شد، توی این ناحیه برسیم به یه اوردر بلاک اینجا یا یه افیجی اینجا یا در واقع به همین گرفته شدنه اندوسمنت اینجا قناعت کنیم و با اولین نشونه صعودی توی این ناحیه وارد معامله بای بشیم. پس این میشه دومین راهکار ما در مورد مشکلی که بیان کردیم. اما سومین راهکار ما به نحویه که بیشتر از این که تمرکزمون
بیشتر از این که تمرکزمون لازم باشه روی این ناحیه باشه که باعث فعل شدن این زون یا اورده بلاک شده در واقع، روی این ناحیه یا نحوه برگشت قیمت به این ناحیه هست. بازم سوال، قراره چیکار کنیم؟ قراره نحوه برگشت قیمت به این ناحیه رو بررسی کنیم. این راهکار واسه کساییه که اصرار دارن حتما از این فلیپ زون استفاده کنن. از نظر من کسی که میخواد اینجا یه لیمیت اوردر بذاره بهتره که صبر کنه، از چیزی که من الان قراره در موردش صحبت کنم استفاده کنه. فقط اجازه بده دوباره من اینا رو پاک کنم. خب حالا میخوام توضیح بدم که قراره چیکار کنم. ببینید، چیزی که من الان دارم در موردش حرف میزنم بعید میدونم از کسی شنیده باشید، نه توی صحبت‌های مایکل دنبالش بگردید و خب هیچ طور دیگه‌ای توی فیلد اسمارت مانی یا آی سی تی و اینا هم بعید میدونم در موردش حرف بزنه، یعنی عملاً اساساً اگه بدونه در موردش هم حرف نمیزنه. یه چیزی هست که ما توی کلاسیک، یه پترنی هست که توی پرایس اکشن کلاسیک به اسم وج میشناسیمش. من اینو چند سال پیش از آل بروکس یاد گرفتم و تعریفش هم اینجوری بیان میشه که سه تا حرکت نزولی به سمت پایین یا سه تا حرکت صعودی به سمت بالا از نظر آل بروکس میشه وج. با یه پترن هم نشونش میده که ترن لایناش این شکلیه. فرقی هم نداره حالا بخواین اون مدلی بهش نگاه کنید، کلاسیک در نظرش بگیرید، هر چی که هست جواب میده و من اینو میخوام در موردش صحبت کنم و مطمئنشم که این پترن رو خوب یاد میگیرید. اگر دقت کرده باشید من چند روز پیش یه لایف ترید گذاشته بودم. توی لایف ترید وقتی قیمت رسیده بود به یه ناحیه ای که من منتظر بودم نقدینگیشو بگیره، یه همچین حرکتی کرده بود. من قبل از اینکه وارد معامله بشم نوشتم که من دوست دارم یه حرکت دیگه ای به سمت پایین داشته باشیم و از اونجا وارد معامله سعودی بشن. کسایی که کانال رو دنبال میکنن حتما میدونن کجا رو میگم. اونایی هم که دنبال نمیکنن توی لایف تریدا بگردن دنبالش پیداش میکنن. چون من دقیقا یادم نمیاد چندم بود که بخوام اشاره کنم بهش، ولی توی همین دو ستای اخیر بود. اتفاقی که میفته اینه که ما میخوایم تمرکزمون رو بذاریم روی همچین موضوعی. دوباره من اینا رو پاک کنم. بریم این برتر. خب پس قیمت رسیده به یه ناحیه مهم. این سومین راهکارمون. دلم هم نمیاد اینو پاک کنم. نمیدونم چرا. قیمت رسیده به یه ناحیه مهم. تو این ناحیه همچین چیزی ما میبینیم. معمولا وقتی قیمت به یه همچین نحوی وارد یه ناحیه مهم میشه، بعدش یه چاک در اصطلاح اسمارت مانی کارا که به اینجا میگن چاک ایجاد میکنه و بعد دوباره میاد اونو فیل میکنه. یه حرکت فیک داریم اینجا. یه ترپ ایجاد میکنه، یه تله است. دلیل این که افراد توی این تله یا ترپ میفتن در واقع اینه که همشون منتظرن که یه شورت ترم هایی گرفته بشه و خب اینجا یه افیجی پیدا کنن، یه اوردر بلاک اینجا پیدا کنن، بعد قیمت برسه بهش و با قیمت همراه بشن به زعم خودشون برای سود. اما مسئله اینه که قرار نیست همه چی به این سادگی ها باشه. مسئله اینه که شما وقتی میخواید به یه ناحیه واکنش بدید، باید تعداد لگای نزولی که باعث شده به اون ناحیه برسه رو بشمارید. وقتی این تعداد لگا دوتاست، همیشه منتظر بمونید یه سومی هم اتفاق میفته بعد حرکت رو بالا داشته باشید. اگر منتظر این سومی نمونید معمولا استاپ میخورید و بعدش هم معمولا
وارد نمیشید و بعدش هم معمولا میرید توی گروه ها و نمیدونم کانال های مختلف میگید که آره ما مثلا همه چیو میدونیم ولی نمیدونیم چرا استاپ میخوریم. دلیلش چیزی که من الان دارم بهتون میگم، دلیلش اینه که صبر نمیکنید. دلیلش اینه که بیشتر افراد یا منتورایی که ازشون اطلاعات گرفتین کامل واسهتون توضیح ندادن یا بلد نبودن. ضمن این که اون معدود کسایی که خیلی معدود کسایی که این نکاتو میدونن هم معمولا صبرشون کمه و فکر میکنن اینجا قراره که اگر وارد معامله نشن جا بمونن و اصطلاحا دچار فومو میشه. در مورد فومو بعدن صحبت میکنم، میشه fear of missing out. این چیزی که دائما باید به خودتون بگید، باید دائم به خودتون بگید فومو نشو، فومو نشو، فومو نشو. این چیزیه که باعث میشه کمتر استاپ بخورید. پس ما دنبال یه پترنیم که بهش میگیم وج. این پترن وج رو در واقع با سه تا حرکت صعودی یا تری پوشز آب و سه تا با یه همچین ترند لاین هایی هم نشونش میدن. اونایی که کلاسیک میدونن میدونن من دارم چی میگن. و سه تا حرکت نزولی و سه تا حرکت نزولی به عنوان یه وج نزولی، اینو در واقع یه پترن ریورسال در نظر میگیرن خیلی وقتا. هرچند نکات دیگه ای هم هست در مورد این مسئله، ولی من میخواستم که اینو بهتون یاد بدم که مطمئن شم از این به بعد حداقل کمتر استاپ میخورید، یا اگرم تازه دارید آموزش میگیرید در آینده ریت فیلرتون خیلی کم بشه. پس ما منتظر یه حرکت نزولی، دو حرکت نزولی و سه حرکت نزولی برای ریورسال هستیم. منتظر یه حرکت صعودی، دو حرکت صعودی، سه حرکت صعودی برای ریورسال نزولی هستیم. اون در واقع ریورسال صعودی بود. حالا یه نکته دیگه هم میخوام در مورد این مسئله بهتون بگم. اونم اینه که چجوری ما این سه تا حرکت رو تعریف میکنیم. هر کدوم از این حرکت ها به مسابه یه لگ حرکتیه قبل از ایجاد یه پولبک. یعنی شما تصور کنید چند تا کندل دارید. من اینو بعد از قبل آماده میکردم ولی دیگه نکردم. چند تا کندل دارید، اولین جایی که یه دونه پولبک ایجاد شد اینو یه لگ در نظر میگیرید. دوباره حرکت نزولی ادامه پیدا میکنه، اولین جایی که دوباره یعنی دومین جا دیگه در واقع پولبک ایجاد شد اینو در واقع یه لگ دیگه در نظر میگیرید. این چیزی که دارم میگم برای تعریف لگاییه که ما برای در نظر گرفتن و پیدا کردن این پترن تری پوشز آب یا تری پوشز داون یا ویج یا فکر کنم کنجی همچین چیزی فارسی هم بهش میگن استفاده میکنیم. خب پس ما یاد گرفتیم به جای این که اینجا که فیلیپ هست یه لیمیت اوردر بکاریم و استاپش هم بذاریم اینجا بعدم استاپ بخوریم، در واقع چی کار کنیم؟ در واقع این لگ برگشتی رو بررسی کنیم ببینیم همچین شکلی توش ایجاد میشه یا نه. اگر نشد این ناحیه یا اوردر بلاک یا دیماند زون هر چی که میخواییم بهش بگین حتما فیل میشه. فرقی هم نداره که کی میگه اینجا معامله کنید یا کی میگه اینجا معامله نکنید، این ناحیه حتما فیل میشه. پس سه تا راهکار ارائه دادم در مورد مشکلی که در اثر نبودن اندوسمنت ایجاد میشد و باعث میشه که اکورسی یا دقت کارتون یا راندمان کارتون خیلی افزایش پیدا کنه، کمتر استاپ بخورید در اثر معامله ی فلیپ زون ها. و فکر کنم دیگه اینجا مطالبی که میخواستم در مورد فلیپ بیان کنم عملا تموم شدن دیگه. میخوام برم مثال بزنم روی نمودار، چند تا مثال میزنم واسه تون که دقیقا مطمئن شم
چیزی که میخواستم و متوجه شدید. خب برای مثال اول گفتم که همین امروز توی سشن در واقع آسیا یه موقعیتی به وجود اومد که میتونستیم به عنوان مثال در نظر بگیریمش. ببینید چیزی که اتفاق افتاد، فکر کنید ما الان وارد سشن آسیا شدیم، اینجا یه ایندوسمنت 15 دقیقه است. من سفیدش میکنم، بوردرشم سفید کنم یا مشکی کنم و تکست نمونم مشکی کنم. اینجا یه ایندوسمنت مثلا M15 ID. یه پی او آی دیگه. پس ما میدونیم که اینجا یه پی او آی قرار داره. حالا اتفاقی که افتاد، اولا که اگه اینجا رو نگاه کنید، به اینجا دقت کنید، اینجا یه سری از این اسمارت مانیکارهای خیلی زرنگ اینجا رو میگن چاک اتفاق افتاده و ما باید اینجا ورود داشته باشیم. بریم جلو ببینیم چه اتفاقی افتاد. جلوتر که میریم پس یه سری ها به صورت تیپیکال اینجا منتظر سل هستن دیگه، قیمت برسه بهش. یه لیمیت اوردر هم گذاشتن و گفتن الان ما یه 10 تا ریوارد میگیریم و کار امروزمون هم انجام دادیم. اصلا کاری ندارم الان هم تو سشن آسیا هستیم و کسایی که تو این سشن معامله میکنن حداقل روی asset یورو یو اس تی واقعا کار غیر معقولیه. کاری ندارم به این موضوع، میریم جلو ببینیم قرار چه اتفاقی بیفته. خب اینجا اولا که اینا رو فیل کرد، دوما که ما توی فاصله کم از این ایندوسمنت 15 دقیقه‌ای واقعا جرأت میخواد اینجا لیمیت اوردر گذاشتن. این از دوما. سوما میریم سراغ این که ببینیم چه اتفاقی در ادامه میفته. اولا که اینجا به این شدوه دقت کنید، میریم جلوتر. خب چیزی که اینجا اتفاق افتاد، اینجا یه اوردر بلاک داشتیم دیگه، یه اوردر بلاک داشتیم که چون عملا اینجا دیماند محسوب میشه، من با آبی نشونش میدم. پس یه واکنش، پس ما یه رسیدیم به یه پی او آی، بعد رسیدیم به این آخرین اوردر بلاک و یه واکنش صعودی گرفتیم. خب این دقیقا سناریویی هست که در مورد فلیپ بیان کردیم. اولا که اینجا نقدینگی گرفته، رسیده به ایندوسمنت 15 دقیقه، برگشته روی این آخرین اوردر بلاک، روی این آخرین اوردر بلاک یه واکنش داده. بریم جلو ببینیم چه اتفاقی افتاده. بعدش حرکت نزولی رو ادامه داده و اینجا این اوردر بلاک رو فیل کرده. وقتی که این اوردر بلاک رو اینجا فیل میکنه و این مبدأ واکنش رو در واقع میشکنه، من اینو پاک کنم، و این مبدأ واکنش رو در واقع رد میکنه یا میشکنه، اتفاقی که میفته اینه که اینجا برای ما یه فیلیپ زون شکل گرفت. اما مسئله اینه که اگه برگرده به اینجا ما باید لیمیت بذاریم اینجا؟ مسلما نه. ما سه تا راهکار ارائه کردیم، گفتیم یا باید تو سه تا حرکت برسه به اینجا که بتونیم اینجا یه لیمیت اوردر بذاریم،
یا صبر کنیم، یا صبر کنیم ازش رد بشه برسه به این اوردر بلاک اینجا، اینجا مثلا لیمیت اوردر بذاریم یا بخوایم واکنش قیمت رو اینجا بررسی کنیم. یا سومین راهکارمون چی بود؟ سومین راهکارمون هم این بود که صبر کنیم یه ایندوسمنت توی این مسیر ایجاد بشه، این ایندوسمنت رو اگر گرفت اون موقع به این فیلیپسون رسیدیم میتونیم لیمیت اوردر هم بذاریم، میتونیم هم وایس این واکنش رو بررسی کنیم، دوباره همین کار رو یه بار دیگه هم تکرار کنیم، ولی لزومی هم نداره. پس میریم جلو ببینیم چه اتفاقی افتاد. خب اینجا یه پول بک ایجاد کرد، یه ایندوسمنت عملا رفت. من اینجا رو بکنم، اینجا یه در واقع ایندوسمنت داریم. پس اینجا یه ایندوسمنت داریم که یه کف جدیدم ایجاد کرد، یه این کف جدید. میریم جلوتر، برمیگردیم به این فیلیپسونی که اینجا بودش. اینجا میتونستیم لیمیت اوردر بذاریم. چرا؟ چون که اینجا در واقع یه ایندوسمنت گرفته شده. پس ما میتونستیم اینجا رو یه در واقع زون در نظر بگیریم و یه ورود نزولی هم داشته باشیم. 1.6 دمام من نیم پیپ اضافه میکنم چون اسپردم هم در همین حد من برای کمتر هم هست، 2 پیپ دیم. صبر میکنیم ببینیم چه اتفاق میفته. خب دقیقا واکنش که میخواستیم گرفتیم و خب بعدش هم تارگتش میتونستیم کف باشه، میتونست یه ایندوسمنت اینجا باشه، ولی فرقی هم نداره، ما صرفا داریم مثال میزنیم. اینجا میتونه باشه، این ایندوسمنت های تایم فریم پایین تر هم میتونه باشه، بس یه جایی تو این محدوده میتونه تارگت ما باشه. ضمن اینکه اینجا اصلا مسئله تارگت نیست، صرفا میخواستیم مثال بزنیم در مورد اینکه فیلیپسون چه شکلی قابلیت استفاده رو داره واسه ما. خب پس این شد مثال اول. راهکاری هم که استفاده کردیم استفاده از ایندوسمنت بود واسه اعتبار دادن به این زونی که اینجا یا اوردر بلاکی که اینجا به وجود اومد به صورت فلیپ. خب مثال بعدی در مورد راهکار بعدیه و اینکه چجوری میتونیم از ستاپ فلیپ برای ورود استفاده کنیم. دوباره مربوط به همین امروز صبح یا دیشب میشه، در واقع دیشب میشه، چیزی که اتفاق افتاد این بود که یه نقدینگی رو از بالا گرفتیم، حرکت صعودی بود روی 1 دقیقه. اینجا ما یه اوردر بلاک داریم تو تایم فریم بالاتر، حرکت در اثر گرفته شدن این نقدینگی یه حرکت رو پایین داشتیم و جلو میریم ببینیم چه اتفاقی قرار بیفته. خب رسیدیم به این اوردر بلاک، حرکت نزولیمون ادامه پیدا میکنه. خب جلوتر میریم ببینیم چه اتفاقی قرار بیفته. ببینیم ما اینجا
یه اردن بلک نزولی داره. اینجا دقیقا یه واکنش میگیریم ازش، واکنشش هم اینجا شروع میشه. مبدأ واکنش هم هنوز رد نکردیم، پس ما یه زون اینجا درست شده واسمون که به این صورت فیلیپ زون یا اردی بلاک فیلیپ همون هست. اینجا جلوتر میریم، هیچ اندوسمنتی نداریم، هیچ اندوسمنتی شکل نگرفته اینجا. اگر هم دقت کنید این دوتا کندل لورشون دقیقا 60-50 لورشون برابر هست، هیچ اندوسمنتی اینجا شکل نگرفته، هیچ نقدنگی نداریم و الان هم مثلا میخوایم اینجا ورود بزنیم. مادامی که اینجا هیچ نقدینگی یا اندوسمنتی نداریم، قرار شد چیکار کنیم؟ ساب کنیم این زون فیل بشه. میریم جلو، شروع کردیم به برگشت به سمت دیماند یا در واقع اوردر بلاک سعودیمون، در حالی که هیچ اندوسمنتی توی این لگ وجود نداره. پس ما انتظار فیل شدن اینو داریم. کسایی که اسمارت مانی کار هستن در واقع خیلی اصرار دارن که اینجا اوردر لیمیت بذارن و از اینجا وارد بشن، ولی ما این کارو نمی کنیم. حتی سلگی که می خواستیم اتفاق بیفته هم اتفاق نیفتاد. یه لگش اینجا اتفاق افتاد، دومین لگش چیزی که الان داریم می بینیم، سلگ به وجود نیامد اینجا. اگر اینجا یه همچین شکلی داشتیم، بعد اینجا یه حرکت صعودی می کرد، می تونستیم اینجا با استاپ وارد بشیم، در واقع با استاپ اوردر وارد بشیم یا بای مارکت وارد بشیم و در واقع استاپمون هم این زیر یا زیر خود این اوردر بلاکمون قرار بدیم. بریم جلوتر ببینیم چه اتفاق افتاده. ببینید اومد چیکار کرد، اومد این اندوسمنت ها رو گرفت، دقیقا حرکت کرد برای اندوسمنت ها و بعد هم چیزی که اندوسمنت رو که گرفت، چیزی که ما میخواستیم دیدن یه نشونه صعودی بود. نشونه صعودی هم میتونست این پین بار باشه و این دوتا کندل سبز رنگ. همینجا با استاپ اوردر میتونستیم وارد بشیم، استاپمون هم بذاریم این زیر، لزومی نداره بذاریم این زیر، ولی اگه دوست دارین میتونین اون زیرم بذارین، توجیهی نداره. به خاطر اینکه در واقع اگر قرار باشه ما برگردیم، این فاصله اینجا تا اینجا فکر نمی کنم حتی یه پیپم باشه، اگر اشتباه نکنم. اجازه بدیم من چکش کنم، 3 پیپته. خب این فاصله در واقع 3 پیپته، مسلماً این کف هم زده میشد اگر میخواست بیاد این اندوسمنت رو بگیره. ببینید من استاپلاس میذارم بعضی وقتا حتی در حد 6-7 پیپت مثلا، که نصف مثلا 5/10 در واقع نیم پیپش اسپردمه، به اندازه مثلا 3-4 پیپت استاپلاس میذارم. ولی چیزی که اینجا میبینم مثل اون مواقعی نیست که بشه روش حساب کرد، به خاطر همین استاپو همینجا قرار بدین کفایت میکنه. اینجا میتونستین یه معامله سعودی داشته باشین، استاپ اوردر بذارید
یه پیپ و نیم پیپ هم بشه اضافه میکنیم، میشه یک و نیم پیپ. اولین حسابتون اینجا، اولین تارگت اینجا. حالا من اصلا کاری ندارم به تارگت گذاری، اصلا چیزی نیست که ما میخوایم در موردش بحث کنیم، فقط صرفا میخوام ببینید که ما چجوری میتونیم از ستاپ در واقع فیلیپ استفاده کنیم. تا اینجا دیگه ریسک فری هم شدیم، مسلماً از 4 رد شدیم. آره، عملا دیگه توجیهی نداره که من الان بخوام در مورد این صحبت کنم که اینجا میتونستیم مثلا 50 تا ریوارد بگیریم. ما داریم در مورد نحوه ورود صحبت میکنیم. الان میخوام برم مثال بعدی رو بزنم. خب میخوام سومین مثالمونم در مورد سومین راهکارمون باشه. چیزی که روی نمودار میبینی در واقع یه حرکت صعودی 1 دقیقه رو داشتیم که این حرکت صعودی به محض گرفته شدن این اندوسمنت 1 دقیقه، اندوسمنت 1 دقیقه ای، من اینو بولدش کنم، یه واکنش ایجاد میشه تو این حرکت. این واکنش از اینجا شروع میشه، پس اینجا به منزله پی او آی هست. لزومی نداره حتما توی هایر تایم فریم باشیم. خب هر پی او آی که ما بتونیم ازش واکنش بگیریم و منجر به تشکیل یه فلیپ زوم بشه برای ما کفایت میکنه. پس اینجا شروع به واکنش میکنه، هنوز مبدا واکنشمون نشکسته. خب اینجا مبدا واکنشمون شکست. ببینید کل این ناحیه میتونه ناحیه فلیپ باشه، اما مسئله ای که هست اینه که ما کل این ناحیه رو در نظر نمیگیریم دیگه، یه سری اوردر بلاک توش پیدا میکنیم که از اونا استفاده میکنیم. پس این اوردر بلاکیه که میتونه به عنوان اوردر بلاک فلیپ در نظر گرفته بشه. این اوردر بلاک هرچند یه مقدارش هم اینجا میتیگیت شده و در نهایت این اوردر بلاک. پس اینا اوردر بلاک هایی هن که به صورت در واقع به عنوان فلیپ زون ها میشناسیمشون. حرکتمون به سمت بالا ادامه پیدا میکنه. پس کاری که میکنیم اینه که ادامه میدیم. اینجا در واقع برگشت حرکتمون به این به سمت این ناحیه فلیپ شروع شده. یه اندوسمنت رو اینجا گرفتیم. اندوسمنت بازم داریم اینجا. ادامه میدیم حرکتمون رو به این سمت. وقتی وارد این ناحیه فلیپ شدیم و یه همچین نشونه برگشتی دیدیم، میتونین سب کنین، یه دونه کندل دیگه هم شک بگیره. میتونین اینجا با استاپ وارد چید، میتونید همچنان همین جا با در واقع بای مارکت وارد چین و استاپتون رو بذارین اینجا، چون هر آنچه باید میدیدید و در واقع اینجا ما داشتیم. ادامه میدم حرکت رو. خب شروع میکنه حرکت به سمت بالا، اما نکته ای که هست، ببینید من الان نمیخوام اینجا شروع کنم مانو بدم اینجا نمیدونم اینقدر ریوارد و اونقدر ریوارد میشد گرفت، من صرفا دارم در مورد این که چجوری باید وارد چیم صحبت میکنم. چیزی که اینجا میخوام بهش توجه کنید اینه که در واقع ما برای اینکه به این ناحیه برسیم آردی سه تا
لگ داشتیم، یکی اینجا در واقع این دومیه و اینم سوم. و ما در واقع تری پوشز داون رو اینجا دیدیم که بهش وج هم میگیم، هرچند شبیه وج نیست اما قرار نیست حتما یه شکل این مدلی رو ببینید که بهش بگید وج. برای ما سه تا حرکت رو به پایین کفایت میکنه، ضمن این که اینو میتونیم در کنار این قرار بدیم، این سومین حرکت رو میتونیم در کنار این قرار بدیم که اینجا در واقع ایندوسمنت گرفته و منتظر صعود بعد میبودیم، چه با لیمیت اوردر، چه با استاپ اوردر، چه با ورود با مارکت. همین دیگه، هر آنچه که میخواستم در مورد فیلیپ بدونید و بیان کردم. تا الانم فکر میکنم ویدیو خیلی طولانی شده. میخواییم بریم توی بخش بعدی در مورد رپید ران صحبت کنیم. خب در ادامه پارت سوم از اپیزود سوم انلایتنمنت میخوام که در مورد رپید ران یا ستاپ رپید ران در واقع صحبت کنم. اصطلاح رپید ران شاید به گوشتون تا حالا نخورده باشه. اونایی که انگلیسیشون بهتره میدونن که میشه ازش یه برداشتی داشت هم عرض با مثلا یه کاری رو سریع انجام دادن. مثلا وقتی که توی حالتی هستین که زمان خیلی مهمه، مثل وقتی که دوئل میکنید، یه جورایی همون جوری هم هست، دقیقا همون جوریه که مثلا آدما تو زمانهای قدیم دوئل میکردن، یا مثلا کابویا اگه دیده باشین هفتیر کشی میکنن، همونقدر سریع باید باشین، همونقدر باید چابک عمل کنید تا بتونید از این ستاپ استفاده کنید. عملا ستاپیه که کسایی که یه لول حرفه‌ای ترن میتونن ازش بهتر استفاده کنن، چون آماتورا یکم واسه شون سخت میتونه باشه این ستاپ. منتها من برای اینکه کامل باشه مجموعه و در واقع مخاطبم هم همه افراد از سطح حرفه‌ای تا سطح مبتدی هستن، بیانش میکنم. ضمن اینکه من خودم زیاد ازش استفاده میکنم، با اینکه میدونم ریسک این نوع معاملات زیاده، به خاطر همین یه مانی منیجمنت خاصی رو باید واسهش در نظر بگیرید. اینجوری نیست که ریسکش برابر با ریسک حالتی باشه که شما با ستاپ چاک میخواین وارد بشین. اساساً رپید ران معنیش چیزی که الان دارین میبینید نیست، یا چیزی که الان دارین دوباره میبینید. رپید ران اساساً به حالتی گفته میشه که روی نمودار ما یه کندلی داریم که با شدوی اون کندل رسیدیم به یه نقدینگی و یه نقدینگی رو سویپ کردیم یا جم کردیم یا گراب کردیم، فرقی نداره. البته که این نقدینگی باید جزء نقدینگی‌های مهم باشه، وگرنه عملاً ما بهش توجهی نداریم، میندازیمش دور. در مورد نقدینگی‌های مهم هنوز نتونستم صحبت کنم، در واقع هنوز نرسیدیم بهش. یه اپیزود کامل جلوتر که بریم در مورد نقدینگی‌های مهم صحبت می‌کنیم. فقط چیزی که تا الان می‌دونیم اینه که ایندوسمنت یکی از این نقدینگی‌های مهمه، چیزیه که تا الان ما داشتیم ازش استفاده میکردیم. الان هم قراره از ورودایی که بر اساس ستاپ رپید ران روی ایندوسمنت ها اتفاق میفته حرف بزنیم. پس بذارید دوباره بگم. رپید ران در واقع زمانیه که قیمت به یه نقدینگی مهم رسیده. این نقدینگی مهم اینجا مثلا مثل ایندوسمنته. اندوسمنت که ما با IDM نشونش میدیم، این نقدینگی مهم. پس قیمت رسیده به این ناحیه، با یک کندل رسیده به این نقدینگی، شدوی اون کندل، صرفا شدوی اون کندل، نه بادی اون کندل، شدوی این کندل
از این نقدینگی رد شده و لیکویدیتی بالای اینو در واقع جمع کرده یا گراب کرده یا سویپ کرده، فرق نداره، اینا همش یه معنی داره. پس چیزی که برای من مهمه شما متوجهش باشید اینه که دقت کنید کجاها قیمت با شدو نقدینگی های مهم رو گرفته. نقدینگی های مهم هم که تا الان ما فقط در مورد ایندوسمنت ها صحبت کردیم دیگه. پس با شدو ایندوسمنت های مهم رو گرفته. ایندوسمنت ها هم خودشون درجه اعتبار دارن، در موردشون قبلا یه اشاره کوچیک کردم، بعدا بیشتر صحبت میکنم. ترجیح من اینه که شدویی که بالای یه کندله وقتی که این نقدینگی رو میگیره شدو یه کندلی باشه که کندل نزولیه، کندل منفیه. نمیگم قرمز چون من خودم هم نمودارم سبز و مشکیه، خیلی ها رنگای دیگه استفاده میکنم، پس نمیتونم بگم قرمز، ولی میتونم بگم منفی. پس یه کندلی که ترجیحاً کندل منفی محسوب میشه یا کندل نزولی محسوب میشه وقتی به یک نقدینگی که بالای میرسه میتونه مورد توجه قرار بگیره، وقتی که در واقع این شدوش از این نقدینگی رد بشه و این کندلم کندل نزولی باشه. برعکسش هم همینه دیگه، یعنی اگر قرار باشه از بالا به یه نقدینگی نزولی برسیم ترجیح من اینه که این در واقع شدو مربوط به یه کندلی باشه که این کندله کندل صعودیه یا کندلیه که مثبته، نه کندل منفی. خب من اینا رو پاک کنم. خب حالا فرض کنیم مثل شکلی که داریم میبینیم رسیدیم به یه ایندوسمنت و با شدو اون نقدینگی رو گرفتیم، چیزی که اینجا اتفاق افتاده. به محض اینکه این کندل نزولی بسته میشه، یعنی قیمت اینجا بسته میشه، ما شدوی این کندل رو در واقع مثل یه بلاک یا اوردر بلاک میدونیم و منتظر میمونیم که قیمت برگرده به این ناحیه و دقیقا توی تایم پایین تر میتونیم از همین روش برای ورود استفاده کنیم. البته اگر مثل این مثالی که من دارم میزنم طریقه انتخاب پی او آی مون، یعنی این ناحیه که پی او آی ماست، این ناحیه که پی او آی ماست از طریق ستاپ رپید ران باشه، یعنی در واقع تصور کنین این پی او آی رو من منتقل میکنم اینجا، قیمتم که الان یه شادو زده اینجا رو رد کرده، این پی او آی در اثر این شادوی شکل گرفته دیگه، من دقیق در رسمش کنم، الان قیمت اینجاست. حالا این قیمت تو این مسیر یه همچین مثلا شکلی حرکت کرد. اگه ما صبر کنیم برسیم به این پی او آی و در واقع این پی او آی رو دوباره با گرفته شدن این نقدینگی یه شادو پیدا کنیم که توی تایم فریم پایین یه دونه بلاک درست کنه و این بلاک دقیقا دوباره قیمت بهش برسه، میتونیم اینجا ورودمون رو با لیمیت انجام بدیم. هرچند شما میتونید با بسته شدن این شدو ورود بزنید استاپ اوردر، اینجا هم استاپ لاس، دوباره اینجا هم دقیقا همینطور میتونید روی کندل تایم فریم پایین ترتون دقیقا استاپ اوردر بزنید زیرش و استاپ لاس هم بزنیم بالای اون شدو.
ببینید، لزومی نداره که ما هم برای انتخاب پی او آی تایم فریم بالامون و هم برای در واقع جایی که میخوایم اوردرمون رو قرار بدیم، مثلا لیمیت اوردرمون رو قرار بدیم تو تایم فریم پایین یا ورود داشته باشیم تو تایم فریم پایین، هر دوشو از رپید ران استفاده کنیم. من خودم شخصا ترجیحم اینه که از رپید ران تو تایم فریم بالا استفاده کنم. تو تایم فریم پایین یکم ریسکش زیاده، هیجاناتش واسه کسایی که آماتورن عملا کنترلش سخته، سخت که نه اصلا عملا نشدنیه. این جزء ستاپاییه که شما باید چند سال سودده باشید، نه اینکه چند سال صرفا معامله کنید، چند سال که سودده باشید اون موقع میتونید این مسئله رو در واقع هندل کنید. چون عملا این قضیه مثل دوئله، دقیقا مثل دوئل دوتا کابوی میمونه، مثل داستانهای وایلد لایفه. اگه شما یه لحظه درنگ کنین، یه لحظه جا بمونی از داستان، یا استاپت واید میشه که عملا ریواردت به هم میریزه، یا در واقع استاپ اوردر نه استاپ لاست که واید بشه، یعنی بیشتر از یه حدی بشه، تعداد ریواردات میاد پایین، عملا ارزش اون معامله از بین میره، یا اینکه عملا اصلا جا میمونین ازش. خیلی وقتا ازش جا میمونید، حتی اگر تو تایم فریم بالا هم بخواین از این رپید ران به عنوان پیدا کردن پی او آی استفاده کنید، خیلی وقتا اصلا بر نمیگرده قیمت به این ناحیه. ولی ستاپ خیلی تمیزیه، من خیلی دوستش دارم، خیلی هم زیاد ازش استفاده میکنم. ضمن این که انتظار نداشته باشید که الان بتونید خوب ازش استفاده کنید، برید بک تست بگیرید، برید بازم بک تست بگیرید، دوباره برید بک تست بگیرید، یه عالمه بک تست بگیرید، در نهایت بازم میدونم میایید به من میگید نه این راندمانش خیلی پایینه، خیلی فیلر داره و این داستانا. اینجوری نیست، شاید اینجوری به نظر برسه تا چند ماه یا حتی چند سال، ولی بعدن که یواش یواش قلقش بیاد دستتون میتونید خوب ازش استفاده کن. خب میخوام برم روی نمودار چند تا مثال بزنم، در واقع چند تا مثال که نه، یکی یا دو تا مثال میزنم که هم تایم فریم بالا رو کاور کنم هم تایم فریم پایین رو. دقیقا بدونید با چه سازوکاری میتونید از ستاپ رپید ران استفاده بکنید. خب برای مثال دوباره برمیگردیم به همین نمودار امروز، یورو یو اس دی 15 دقیقه. ببینید اینجا از نظر من یه لگ داخلی نزولی بود توی 15 دقیقه، توی در واقع لگ اصلاحی 15 دقیقه، یعنی لگ اصلی 15 دقیقه سودیه. خب اما ما چون رسیدیم به 50% یک ساعته، ضمن این که کلی دلیل دیگه هم واسش وجود داره که بر اساس نقدینگیه و مهمتر از ساختار هستن، انتظار نزولی شدن قیمت رو داریم. اینجا هم یه مثال دیگه دقیقا داره اتفاق میفته الان. چیزی که میخوام در موردش صحبت کنم، اگر این لگ داخلی 15 دقیقه رو، خب یه لگ اصلی توی تایم فریم پایین تر، lower time frame، یه لگ اصلی توی lower time frame بدونید، ببینید بعد دیدگاه فرکتالتون رو قوی کنید. من در مورد فرکتال صحبت کردم، باید دیدگاه فرکتالتون رو قوی کنید، وگرنه کلن این بازاره همه چی واسه تون گنگ و مبهم میتونه باشه. باید بتونید تصور کنید که چه اتفاقی میفته، یعنی پشت این قضیه چیه، چون هی نمیشه تایم فریم عوض کرد. الان ممکنه من 10 تا تایم فریم عوض کنم، اون تا اونجایی که این لگ اصلی هست رو پیدا نکنم، هرچند این آسونه، ولی یه جاهایی ممکنه این اتفاق نیفته. ولی من میدونم که اینجا یه لگ داخلیه و این لگ داخلی در واقع یه لگ اصلیه توی تایم فریم پایینتر. چیزی که اینجا باید بدونیم اینه که وقتی اینو یه لگ اصلی توی تایم فریم پایین تر میدونیم، این یه لگ اصلاحیه. وقتی که اینجا چی کشیدم من؟ وقتی که اینجا یه لگ اصلاحیه، با اولین اندوسمنت ما وارد عملا چی شدیم؟
عملا پول بکمون شدیم. با گرفتن اولین اندوسمنت عملا ما وارد ادامه لگ اصلیمون شدیم. اولین اندوسمنت رو اینجا گرفتیم، پس قرار از اینجا حرکت کنیم بریم به سمت پایین. چیزی که اینجا میبینیم مسلماً یک در واقع گرفتن نقدینگیه، هرچند چون که اینجا یه اندوسمنت تو تایم فریم بالاترم هست، روی این لگ اصلی هم در واقع روی این لگ داخلی هم قرار داره، میتونیم صبر کنیم این اندوسمنت گرفته بشه، از اونجا یه حرکت داشته باشیم. میتونیم همینجا رو یه بلاک در نظر بگیریم. من الان دارم لایف ترید میکنم دیگه واسه تو. اینجا رو یه بلاک در نظر میگیریم توی تایم فریم 15 دقیقه، حالا میرم توی 1 دقیقه. من پاک کنم اینجا رو، رقم واضح باشه همه چی. خب برگشتیم به این تایم فریم 1 دقیقه. تو این تایم فریم پایین ما روی این لگ دنبال چی هستیم؟ دنبال این نقدینگی، گرفتن این نقدینگی. وقتی این نقدینگی گرفته بشه ما میتونیم دوباره با رپید ران فرود داشته باشیم. رپید ران، اما هنوز هیچ نقدینگی گرفته نشده، ضمن اینکه اینجا هم یه اف پی جی داریم، همینجا ما میتونیم ورودمون رو انجام بدیم. البته اگر این کندل به سمت پایین، یعنی یک کندل نزولی به تشکیل بشه، ما میتونیم با استاپ اوردر ورود داشته باشیم. من لایف دارم واسه تون مثال میزنم که خودتون متوجه بشید زیادم بیگ دیل نیست این قضیه. فلم آها اینجا کفایت. من باشم اینجا یه دونه اوردر استاپ میذارم که از اینجا ورود نزولی ما انجام بدم. هرچند این دیگه رپید ران نیست، اینجا برگشت به یه اف بی جیه و در واقع این کندل اینگالفی که اینجا وجود داره من معامله لایوی که داشتم ریکورد میکردم عملا برگشت فری خورد، هرچند روی 6 تا ریوارد نصفش رو تقریبا خارج کردم، 40% رو خارج کرده بودم و به خاطر همین الان خالی از لطف نیست که اینجا دوباره یه معامله لایو دیگه داشته باشیم، هرچند یکم زمان میبره دیگه. هنوز فعال نشده معامله ما چون ما معاملمون اینجا استاپ اوردر بوده. خب اینجا فعلا کنسلش میکنیم. من واقعا این معامله رو نمیگیرم و الان صرفا دارم یعنی دنبال اینم که مثال بزنم. اینجا این اندوسمنت میتونه جایی باشه که با گرفتنش میتونیم ورود داشته باشیم، یا اینکه اینجا در واقع یه کندل اینگالف خوب تشکیل بده دوباره ما روش میتونیم ورود داشته باشیم. پس ما این بلاکی که الان داخلش هستیم و این بلاکی که اینجا هست بر اساس چیه؟ ستاپ رپید ران، ستاپ واکنش سریع میتونید بهش بگید. خب اینجا منتظریم برسه به جایی که میخوایم. ما فعلا هیچ ورودی نداریم اینجا. من ببینیم واکنش چی است. عملا اینجا رو هانت کرده، فقط اگر اتفاقی که میفته با شادو
18 ثانیه دیگه مونده. اگر اینجوری بسته بشه این خود این بلاکه عملا یه وروده دیگه، نیاز نیست ما صبر کنیم. 7 ثانیه. خب اینجا ما میتونیم یه ورود داشته باشیم. من نیم میذارم بالا، سوخت. اوکی، اینجا دیگه ما ورود میذاریم تو حالت عادی. ورودمون میتونه این در واقع اینجا رو کاور کنه. هرچند ساعت هم ساعت اول نیویورک، حرکت ها هیجانیه، باید ببینیم چه اتفاقی میخواد بیفته. من که اینجا عملا دیگه ورود گرفتم دیگه، 16 تا هم ریوارد میتونه داشته باشه. من نمیدونم، وقتی که نمودار رو نگاه میکنم هیجان زده میشم. وقتی حتی میخوام مثالم بزنم، اگه تو لایو بازار باشه خیلی وقتا حواس میکنم این شکلی معامله لایو بذارم واسه تون. اگر که برسه به ریوارد 4 من یه علامت بزنم. میخوام دقیقا ببینید من دارم چی کار میکنم. برسه به اینجا، خب برسه به اینجا ما چی کار میکنیم؟ ما پارشال میکنیم، یعنی 20% خارج میکنیم و منتظر میمونیم دیگه. بعدش ببینیم استاب میخوریم یا نه. نصف نیمه شد. اینجا همون معامله ایه که گفتم روی شیشش من در واقع 40% پارشال کردم، هرچند ویدیوش هم گرفتم، شاید آپلودش هم کردم. روی شیش چون کف آسیا بود، در واقع اینجا کف آسیا بود، من پارشال کردم. برگشت اینجا رو عملاً ریسک فری رو زد و دوباره یه همچین حرکتی کرد. اینجا میتونستین ورود بزنین، ورود اشتباهی نبود، چون عملا اینجا درست استراکچر 1 دقیقه شیفت شده، ولی اینجا فیکه. کلن همه این حرکت فیکه، همه این حرکت منیپولیشن. شما باید به یه ویژنی برسید که این منیپولیشن ها رو بتونید تشخیص بدید. By the way ما اینجا سعی میکنیم صبر کنیم، ببینیم این rapid run بلاکی که واسه ما شکل گرفته اینجا کار میکنه یا نه. تا الان که واکنشش بد نبوده، صرفا باید صبر کنیم. من اگه برسه به اینجا این ریسک فری بشه، عملا دیگه ویدیو رو قطع میکنم. خواستم مثال بزنم واسه تون که این مثال لایو به نظرم هیچی بهتر از این نمیتونه باشه. اینجا هم کف دیروزه، میتونه یه تارگت خوب دیگه باشه. Previous day low.
پس ما میتونیم تا اینجا هم قرارش بدیم که 13 تا ریوارد میشه. من ویدیو رو پاز میکنم، جلوتر دوباره برمیگردم، هم نتیجه رو بهتون نشون میدم، همین که عملا خودم وارد بازی کردم که فکر کنم تا 1-2 ساعت دیگه درگیرش باشم. ولی ویدیو رو پاز میکنم، دوباره میام یه دونه مثال دیگه در مورد رپید ران میزنم، ویدیو رو تموم میکنم، چون همین الان هم فکر کنم نزدیک 100 دقیقه شده. خب ویدیو رو ادامه میدم، اینجا داریم میرسیم به ریسک فریمون، هیچ جادو و چشم‌بندی هم در کار نیست، افتر افکتس هم نیست، در واقع اگر که ببینید اینجا ساعت عملا کامپیوتر یعنی لپتاپ هم هست و ادامه ماجرا رو هم که خودتون دارید میبینید. من نمیدونم بقیه موقعی که دارن یه چیزی رو تدریس میکنن این مدلی لایف مثال میزنن یا نه، اما به نظر من اگه کسی به کاری که میکنه مطمئن باشه نباید مشکلی داشته باشه با این مسئله. و همین دیگه، منتظرم اینجا ریسک فریمون کنه. خب اینم ریسک فریمون دیگه، این که اینجا رو ولش میکنیم دیگه، اینجا من منتظرم برسه اینجا. این کف لندنم یه جای مهمه دیگه، این کف لندنه هم میتونه مهم باشه. اجازه بدید من اینو اینجوری نشونش بدم. خب اتفاقی که میفته اینجا این که من فکر میکنم این کف لندن حتما گرفته میشه، چیزی که فکر میکنم، ببینید حتما از نظر خودم ها، وگرنه ممکنه همینجا برگرده اینجا ریسک فریمون رو بزنه و این معامله عملا بسته شه. من داشتم در مورد ریجکشن بلاک صحبت میکردم و میخواستم با یه مثال لایف عملا ببینید که چه شکلی میتونیم از ریجکشن بلاک استفاده کنیم. الان میرم یه مثال دیگه هم پیدا میکنم، حالا یا روی در واقع ریپلای مود یا همین جوری واسهتون توضیح میدم که دیگه این بحث رپید ران رو تمومش کنیم. خب به عنوان مثال بعدی اومدم روی تایم فریم 1 دقیقه، همین امروز دوباره روی این لگ سعودی 1 دقیقه عملا چند تا در واقع ایندوسمنت هست. آخرین ایندوسمنتش مربوط به اینجاست، بذار من اینجوری نشونش بدم. وقتی این ایندوسمنتو با این شادو گرفت، کندلش هم سبز رنگ بود، در واقع سعودی بود، اینجا یه بلاک درست میکرد برای ما. این بلاکه میتونست جایی باشه که ما ورودمونو انجام میدیم به این صورت، هرچند این صرفا مثال برای رپید ران، وگرنه من خودم هم اینجا رو معامله نمی کردم چون عملا بازار رو نزولی می دیدم. ولی خب تا سقف همین لندن می تونستین 13 تا ریوارد بگیرین و به نظرم همین کفایت می کرد دیگه. مثال زیاده، هر جایی که هر ایندوسمنتی رو با شادو گرفتیم می تونین به عنوان یه بلاک
در نظرش بگیرید. هرچند ریسکش زیاده، به خاطر همین اگر بیاین از ایندوسمنت های اکستریم استفاده کنید، یعنی از آخرین ایندوسمنت های هر لگی استفاده کنید، عملا وین ریت بالاتری میتونید داشته باشید. ضمن این که کلا باید رو سرعت عملتون خیلی کار کنید، وگرنه جا میمونید از داستان. میخوام اینجا این در واقع پارت سوم اپیزود سوم اینلایتنمنت رو که در مورد فلیپ و رپید ران بود رو تموم کنم و امیدوارم که بتونم از این طریق حداقل کمک کنم و مطالبی که عنوان میکنم مطالب مفیدی باشن. خب اینم نتیجه این معامله آخرمون که لایف در واقع گرفتیمش. من منتظرم این previous daily گرفته بشه بعدم خب اینجا، ولی خب تا همینجا هم میشد رو ریوارد 7 پارشال کرد، روی 4 20% خارج کرد که ریسک فری بشیم و قصدم این بود که در واقع نشونتون بدم که رپید ران چقدر میتونه کاربردی باشه. خب من هرچی ویدیو رو کش دادم معاملمون به تارگت نرسید، نزدیک شد اینجا یه چیزی حدود 10 تا ریوارد داد. روی لندن هم که باید پارشال میکردیم رو ریوارد 7 عملا و نرسید به ریوارد 13-13.5 تقریبا. هرچند من فکر میکنم از اینجاها باز احتمال برگشت هست. من که اینجا رو نتونستم معامله کنم، اما مهم این بود که شما ببینید دقیقا سازوکار این ستاپ رپید ران چه شکلی میتونه باشه. خب دیگه اینجا میخوام ویدیوی پارت سوم اپیزود سوم اینلایتنمنت رو به پایان برسونم. تو این قسمت میخوام دو تا از ویدیوهایی که فکر میکنم دیدنش میتونه بهتون کمک کنه معرفی کنم بهتون. بعدیگه اینجا واقعا حرفام تموم شده، پس تا ویدیوهای بعدی فعلاً.